همراه هستیم آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، برای بررسی آخرین تحولات و موضع‌گیری ها در رابطه با برجام. آقای پرتوی سلام میکنم به شما. امروز روحانی یه بار دیگه در تو برجام صحبت کرد. میخواستم اگه ممکن از مضمون حرفای اون برامون بگین که چی بود. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. عرض کنم حضورتون که آخوند روحانی امروز در اظهاراتی که داشت بیشترین استیصال رژیم رو به خوبی نشون داد. اینی که شما تا به حال کار غیرقانونی کردیم و برگشتن به برجام و تبعیت از قانون و نمیدونم قطعنامه 2233 سازمان ملل، اینها کاریه که خجالت کشیدن نداره و شما باید برگردین. در ظاهر اگه حرفاشو نگاه بکنید گویا مثلا موضع قدرت داره، منتها واقعیت اینه که تمامیت حکومت آخوندی از روزی که تغییر قدرت در واشنگتن انجام گرفته به خوبی نشون داده که با نهایت استیصال و با در کمال ناتوانی مشغوله که بلکه بتونه آمریکا و اروپا رو به پای مذاکره بکشونه. به نظر من بهترین جواب رو در این زمینه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در اولین روزهای سرکار اومدن آقای جو بایدن در مطلبی بسیار زیبا ادا کرد که حکومت آخوندی در ظرف 42 سال گذشته به این درجه از ضعف و ناتوانی و استیصال نرسیده که الان رسیده است. در نتیجه این حکومت رو دیگه نباید هیچ نوع پوانی بهش داد و هیچ نوع سازشی باش کرد. درست در همین زمینه هم هستش که شما اگه به سخنان سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی وزارت امور خارجه و خود وزیر امور خارجه آمریکا موقعی که مراجعه میکنید میبینید که اونها هم به خوبی دریافتن که حکومت آخوندی عجله بسیار بسیار زیادی داره برای اینکه هر چه سریعتر بتونه سر میز مذاکره بشینه، با این خیال واهی که گویا مذاکره میتونه راه حلی برای انبوهی از بحرانهاش باشه که به نظر من آقای مرداد هرسینی به خوبی در بخش اول مصاحبه تونست این استیصال و ناتوانی رژیم رو به خوبی ترسیم بکنه. در ادامه صحبت ها میتونم چند نکته دیگر هم اشاره بکنم. اونم اینه که از بدو تبدیل قدرت از اوائل ژانویه سال 2021، از اولین حرکتی که رژیم در یه عملیات انتحاری، عملیات تروریستی در بغداد انجام داد تا اونجایی که اعلام کرد اورانیوم فلزی غنی میکنه و تا امروزی که اعلام کرده پنجم اسفند ماه همکاری‌هاشو با سازمان انرژی اتمی کم خواهد کرد و بعضی مسائل رو دیگه رعایت نخواهد کرد از جمله بازرسان رو و مسائلی از این قبیل، همگی اینها به خوبی نشون میده که حکومت آخوندی در یک تله اتمی گیر کرده. از اون طرف موقعی که صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا رو میشنویم که میگه که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی کف مطالبات ماست نه سقف مطالبات ما، بنابراین در اینجا میبینیم که حکومت آخوندی در چنان تله‌ای گیر کرده، از طرفی در جواب به یک جامعه انفجاری و انبوهی از بحران‌های داخلی میخواهد اینو القا بکنه که با برگشتن به برجام همه چیز گل و بلبل میشه که نخواهد شد، و از طرف دیگری در منطقه که به شدت در موضع ضعف قرار گرفته در یمن، در لبنان، در عراق و در سوریه میخواد اینو بگه که من هنوز در منطقه قدر قدرت هستم و حرف اول رو میزنم، در صورتی که مجموعه اتفاقاتی که در ظرف یک ماه گذشته افتاده و مجموعه سخنان و بیانیه های خود عوامل رژیم از وزیر اطلاعاتش گرفته که تهدید کرد گربه ای را در گوشه ای اگه بندازی چنگ میندازه تا صحبت های امروز خود آخوند شیاد روحانی، همگی به خوبی نشون میده که حکومت پابگور آخوندی به شدت در استیصال و احتیاج به یک مذاکرات اتمی داره که فعلا نه
کشورهای اروپایی و نه آمریکا روی خوشی بهش نشون ندادن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، که در این گفتگو با ما همراه بودید.